دادگاه کانادایی در اقدامی سیاسی حکم داده بخشی از دارایی‌های ایران در آن کشور به عنوان غرامت به شاکیان مدعی قربانی تروریسم پرداخت شود. طبق حکم قاضی دادگاه اونتاریو، 13 میلیون دلار از دارایی‌های بانکی و اموال غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به قربانیان حملات منتسب به حماس و حزب الله تحویل داده می‌شود. این مبلغ به خانواده‌های قربانیانی که در فاصله سال‌های 1362 تا 1381 در 8 بمبگذاری یا گروگانگیری در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان کشته شده اند پرداخت می شود. چند نفر به رهبری والدین یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل از ایران به این دادگاه کانادایی شکایت کرده اند. قاضی هینی توضیحات نمایندگان حقوقی ایران را مبنی بر اینکه دولت کانادا باید از دارایی های ایران محافظت کند رد کرده. برنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، لطفاً در مورد این حکم بیشتر بهمون بگو. این میراث قانونی است که دولت محافظه‌کار پیشین کانادا اون رو تصویب کرد و در واقع ایران و سوریه رو مستثنا کرد از قوانینی که وجود داره که کشورها بر اساس اونها ایمنی دارن در برابر اینجور شکایت‌ها. در واقع کشورهای مختلف در کانادا، آمریکا و همچنین کشور اروپایی شما نمیتونید به این راحتی برید و اموالشون رو بر اساس اینکه فرض کنیم قربانی تروریست هستید مصادره کنید. ولی اون قانون اجازه داد که ایران و سوریه دیگه شامل این قوانین نشن و بعد هم این دعاوی در دادگاه آمریکا دادگاه کانادا مطرح شد، شبیه به آنچه که در آمریکا اتفاق افتاد، با این تفاوت که رقمی که اونجا مصادره شده خب خیلی خیلی ناچیز هست در برابر ارقامی که در آمریکا در سالهای گذشته چه در احکامی که صادر شده چه در مقداری که نهایتاً مصادره شده، 13 میلیون در برابر مثلا این 2 میلیارد دلار اخیر. ولی به هر حال راه رو باز کرده برای این شکایت‌ها و طرف ایرانی، دولت ایران هم در مقاطع اول یعنی دادگاه بدوی اصلا وکیل نگرفت و از خودش دفاع نکرد. بعد از اینکه حکمای اولیه صادر شد و این سفارت ایران هم بلافاصله بدون مقدمه از سوی دولت قبلی بسته شد و حدود 13 میلیون دلار در حساب ایران و اموالی که به صورت منقول دارند در کانادا باقی ماند بود که وکیل گرفتن و اونجا یکی از استدلالاشون این بود که باید دوباره یک دادگاه تشکیل بشه، چون به صورت اونطور که باید شاید طرف ایرانی در جریان این شکایت قرار نگرفته که قاضی رد کرده این استدلال رو، گفته که این دولت ایران این امکان رو داشته که از خودش دفاع کنه و نکرده و به هر حال با توجه به اون قانونی که تصویب شده این 13 میلیون دلار میتونه بین این چند شاکی که میگن عضو فامیلشون مثلا در بمبگذاری در اسرائیل به دست حماس کشته شده تقسیم بشه. بهمن، این حکم در حالی صادر میشه که دولت جدید کانادا پیوسته گفته که در پی بازگیری روابطش با ایران و بهبود روابطش با ایران هست. و همینطور که میدونیم هم در دورانی که در انتخاب مبارزات انتخاباتی بود این نخست وزیر جدید با دولت قبل انتقاد کرد شدید از اینکه اونها رابطه رو بدون مقدمه به یک بار با ایران قطع کردن، هم بعد از اینکه به قدرت رسیدن هم خودش هم وزیر خارجه‌اش چندین بار گفتن که ما میخوایم رابطه برقرار بشه و همین دیروز هم وزیر خارجه برای اولین بار اعلام کرد که یه گفتگوهایی در سطح رسمی بین دیپلمات‌های دو کشور در جریان، نگفت کجا، ولی به هر حال اون تلاش‌ها رو می‌کردند. طبیعتاً دستگاه قضایی هم مستقل از دولت و بر اساس قوانینی که در گذشته تصویب شده داره این احکام رو صادر می‌کنه، ولی همونطور که می‌گین مشکل می‌کنه حداقل از نظر ظاهر در اینکه دولت کانادا از یک سو می‌خواد که رابطه از سر گرفته بشه، از طرف دیگه یک چنین احکامی صادر میشه، ولی فراتر از اون این 13 میلیون دلار شاید اینقدر اهمیت نداشته باشه، پیامدهای اون مهم است طبیعتاً برای طرف ایرانی که آیا اگر روابط قرار است سر گرفته بشه آیا اموال ایران در کانادا باز هم میتونه اینجوری مصادره بشه یا نه، که خب به طب به مبانی که وجود داره برای از سرگیری روابط اضافه میکنه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک.